بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ما يجلسي قرآن بواد ما زري رحمن بواد إن جاي حافظان بواد بادا شما این مجلسی قرآن بود این منظری رحمان بود این جای حافظان بود بادا ای بچه که من اگر باشه به اندازه یک دانه اسپند خورتر و کلانتر این مطابق فهم و عقل موتو الله مثال میتن اگر دانه اسپند به میلیون ها میلیون ذره ذره بکنی که از او اتم جور شوه اتمی که مشهور از در کتاب های چی میخوانی شما؟ کیمیا میخوانیم. پس اونم او هم اگر باشه که دیده نمیشه مگر با ذره ماشین موتورسکوپ چه چه بالاسته مایکروسکوپ پس توسط از امام که میبینیش اونم او هم اگر ذره ذره شوه الله او را حاضر کرده میتونه. فتکم فی صخره پس اگر باشه در بین یک سنگ او فی سماوات او فی الارض یا در آسمان ها و زمین الله او را میاره میای پیش الله راینا الله متعال لطیف بسیار بارک بین است لطیف بسیار مشفق است بسیار چیزهای ذره ذره را میبینه خبیر بسیار با خبر است از همه اعمال و کردارتان. یا بنیه پس از اینکه سر عقیدش کار کرد سیکو اول کار کرد در مسئله عقیده گفت لا تشرک بالله بعد از این باز به معاد باز به آخرت عقیده از این را جور کرد فکرت باشه اگر گناه بکنه یا ثواب در روز آخرت چیسته؟ آمده نیست و بعد از او باز مسئولیتش قبل از او در مقابل پدر و مادرم برش گفت که حق بعد از الله حق کیست بالای پدر و مادر است باز اطاعت هم برش گفت که در صورت اطاعت میکنی که امور دنیا باشه نه امور دین در امور دین فقط از الله اطاعت میکنی آل برش میگه که بچیم در فکرت باشه عقیدت که جور شد بعد از عقیده باز بعضی چیزهای عملی است که تو باید انجام بدی در روشن عقیدت یا بنی اقیم الصلاه ای بچه اگر که ما باز وقتی که نماز سرت فرض شد اقامه نماز را بکو نماز بخوان اقیم الصلاه بعد از نماز وقتی که خودت نماز خوانی خلاص دیگه من نماز میخوانم دیگه را بلایم در پسش که میخوانه نمیخوانه میگه بز از پای خود گسفن از پای خود نه اقیم الصلاه و امر بالمعروف باز تو مردم را امر بکو به کارهای شایسته و نه عن المنکر و منع بکن مردم را از کارهای زشت پس وظیفه دیگه در جامعه سکوت نیست وظیفه دعوت است هر وقتی که تو میخوایی که خودت ثواب کمایی کنی عقیده درست شوه به معاد مردم را معتقد میسازی به حق و حقوق پدر و مادر مردم را معتقد میسازی به کارهای شایسته مردم را امر میکنی اما احساس بشریت و انسانیت تو اسلامیت تقاضا داره که باید اونا را از پیروی شیطان و از جهنم از دوزخ چی بکنی؟ نجات بدی به طرف جنت ببریش پس این سبب میشه که تو با کارهای نیکی که به خود میپسندی با دیگران بپسندی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه مسلمان کامل نمیشه یکی از شما تا وقتی که دوست داشته باشه آن چیزی که به خود میپسنده به برادر خودم بپسنده پس وقتی میفهمی که نماز فایده داره پس وقتی که میفهمی دادن زکات فایده داره آمدن به مسجد فایده داره دیگران هم چی میکنی؟ دعوت میکنی که گروهی تو زیاد شوه شیطان خوش است که گروهش زیاد شوه و تو باید خوشحال باشی که گروهی تو زیاد شوه شیطان در این مقابله برامده که پیروای خود زیاد بکنه پیروای اسلام را کم بکنه پیروای بنده های صالح الله را کم بکنه در اینجا تو وظیفه تست که باید کار بکنی و نه عن المنکر اگر کارهای زشت و بد را میبینی مردم را باید منع بکنی بیادر می کار نکو جان کار نکو ساز آواز موسیقی مثلا بعد از حرام است یا چهره تا به اسلام برابر بساز سیرت و صورت تا به اسلام برابر بساز اگر در مسئله دعوت با مشکلات سر میخوری
باز مردم گفت قبول نمیکنه و تو باز مشکل برد پیدا میشه، باز میشه که مثل یوسف بندی شوی، میشه که مثل یوسف در زندان بری، میشه که باز هزارا مشکل دیگه برد بیا. واسبر علی ما اصابک، باز آن چیزی که برد دی مسیر دعوت میرسه باید تو چی بکنی؟ صبر بکنی. چقدر حکیم بوده، از یک از الف شروع میکنه دیا ختم میکنه، نمیکنه که از یا شروع بکنه با الف ختم بکنه، اما تو لف و نشر مرتب از عقیده شروع تا بالاخره نماز با تا بالاخره در امر بالمعروف وظیفیش دعوتش. اگر دایی مشکلات میبینی باز دایی با جبین نه دیگه بد کردن دیگه ای کار نمیکنه، نه خیر از دیگه این پیرم خلاص شدم دیگه بد کنم که مردم بگویم که چیسته بفخشانه رو، نه ای کار نمی، نه وظیفیت از باید بکنی. اگر کل عمرت در زندان تیر شوه، اگر کل عمرت در دوری از وطن تیر شوه، اگر کل عمرت در فقر و بیچارگی تیر شوه، هیچ وقت راه دعوت تو ترک نمی کنی. واسبر علی ما اصابک، اینمی صبر در مقابل مصائب، امر بالمعروف نهی از منکر، اقامه نماز و دو طرف ان ذلك من عزم الامور، ای از بهترین محکمی کارهاست. عزم قصد، عزم محکم، عزم مثبوت، از ثابت قدمی است، از محکمی است در امورت در کارت. من عزم الامور، میگه فلان گمش که بی عزم است، قصد نداره، قصد میکنی کارا میکنی، قصدت امی باشه که باید اقامه نماز بکنی، قصدت از او پیشتر امی باشه که باید امرای الله کسر شریک نیاری، قصدت امی باشه که با پدر و مادر نیکی میکنی، قصدت امی باشه که امر معروف نهی از منکر میکنی، قصدت عزمت امی است که خود اراده کردی تصمیم گرفتی، پالیسیت امی است که اگر مشکلات برات میرسه با جبین باز کشاده و را چی میکنی؟ متحمل میشی. بعد از این فکرت باشه، ای چیزا را که فهمیدی کم کم تو فکر میکنی که ولا ما عالم شدیم، باز اینجا تو فکر باشه که کبر پیدا نکنی، که کبر بسیار خطرناک است، کبر باز امی تمام اعمال تو را خراب میکنه، کبر شرک است، کبر گناه کبیره است. فکرت باشه که با مردم همیشه با متبسم، با پیشانی باز، باز جبین کشاده، با لب متبسم صحبت بکو. ولا تسعر خدک، و نگردان از مردم امی خد، خد کجا را میگه گفته بودیم؟ رویت را، از طرف مردم رویت را نگردان، تا او وقتی که گپ میزد طرفش سیل بکو، و در عادت گپ زدنت ای باشه خو که زیاد بشنو کم بگو، زیاد بشنو کم بگو. بدبختی این باز که زیاد داریم، خاصتا بعض ملاحظ نیه که زیاد داریم، میگه 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 از تو دوتا نمیشنو، دو گپ تو را نمیمانه که گپ بزنی، ولی خودش دیگه خوب است کمی کسی تو را چی کده برا؟ تقریر کرده برا 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 برا، از تو هیچ نیست. و پیامبر ما علیه السلام میگه که هر کسی که ایمان داره به الله و روز آخرت، فلیقل خیرن او لیاسمون، یا گپ نیک را بگویه یا چوب بشینه، اگر گپ خیر از پیشت میبرایه خوب، اگر نی باز سکوت بکو. امام ابو حنیفه چقدر خوب مثال میده، میگه اگر سخن زدن نقره باشه چوب بودن طلا هست، اگر سخن زدن نقره باشه چوب بودن طلا هست. چقدر مثال جامعه میتن، اگر زیاد گفتی از تو زیاد پرسان میشه، اما اگر کم گفتی کسی از تو پرسان نمیکنه. تا او وقتی که در مجلس گپ متوجه تو نشده هیچ گپ نزن، بان که مردم تو را پیشانی ترش بگویه، بان مردم تو را هرچی بگویه، نشه که در گپ از زبانت برای که باز پشیمان باشی. پس کوشش بکو که زیاد وقت سکوت باشی، زیاد بشنوی کم بگویی، و با مردم اگر کسی امرایت گپ میزد روی تا دور نت متکبرانه، درا رفتی یک طرف دیگه طرف نگرد، نه ولا تو سایر خد دکل ناس، از مردم روی تا نگردان. ولا تمشی فی الارض مرحا، و نه هم راه برو در راه در زمین متکبرانه که پای تا زده زده زمین مندار باش که اینه پروفیسور سر تو چی میره؟ راه میره. تاجر افغانستان سر تو راه میره، نه بسیار با آرام آرام قدم آرام میبرایی، تیز برو ولی پای تا مثل تکبر یک قسم رفتار داره، نه گرم گرم گرم، باز مثل که با گارد میره، مثل که کدام جشن میشه این گاردا که میره، با این قسم را نرو، آرام آرام نه متکبرانه. ان الله، هر این الله متعال دوست نداره کل مختال فخور، هر مختال را و هر فخر کننده را. مختال کی را میگه؟ مختال کسی را میگه که
کسی را میگه که او در عملش تکبر داشته باشه. فخور، بسیار فخر کننده باشه در کار. مختال، متکبر هم میگه. و فخور در کاری که کم کرده زیاد کرده در او فخر میکنه. دو رکعت نماز خوانده نخوانده دیگه در او فخر میکنه که ما دو رکعت نماز خواندیم. نه فخر میکنی در لباست، در عبادتت زیاد و همین قسم، نه هم مختال میباشی. وقصد فی مشیک، در رفتارت هم اقتصاد مراعات میکنی، مثل که اقتصاد را در جیبت مراعات میکنی که نه بیخی زیاد نفقه میکردی و نه هم دست در گردن بند میگرفتی. همین قسم در رفتارت، در کردار، در رفتارت هم نه بسیار میدوی متکبرانه و نه هم مرچه و مرچه را میری، میانه روی میکنی. ببین که شریعت حتی در کدام کار موتو تنظیم میکنه. ای که ما دین نمیفهمیم کار جدا. واغضض من صوتک، آهسته بی کی بکو در آوازت، چیق نزن. بین گوشت و دهنت میگه اینقدر چیستا فاصله است. امرای تو در اینجا گپ میزنه فکر میکنی که خیلی اونجا باید بشنوه، از لاسپیکر مسجد ما کده بلندتر. نه، واغضض، آهستگی بگو در صوتت، در آوازت. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. چقدر مثال بد میده با کسی که بلند صحبت میکنه. باور بکن یگانه قدر بلند صحبت میکنه که آواز میگی خیلی مغز سر تا میکشه. برش گفتم نمیتونی کمک پخش، به خاطر که یاری سفید است یا ملا است یا چی است، اگه بوی خفه میشه باز میگه مرا بد گفت. ان انکر الاصوات، یقینا بدترین آوازها آواز خر است. آواز خر بسیار بلند، هر که میزنم گوشای تو چی کنم؟ بند کنم. پس چقدر مثال بد میتونه کسی که بلند صحبت میکنه. با چی خاطر؟ شریعت نمیخواد که دیگه کسی تو اذیت بکنی، چون بس اساس صحبت تو بلند گپ زدن تو که دیگه اذیت میشه. تو را به الله قسم به این موسیقی همینطور خراب چقدر مردم اذیت میشه. او از آواز خراب اون طرف است. الم ترو آیه نمیبینم، وصایای لقمان خلاص شد، ده وصیت بود. الم ترو، دلائل قدرت الله، دلائل آفاقی و عقلی بر قدرت الله. الم ترو آیا نمیبینن، نمیبینن شما مخاطب، ان الله، ترو جمع آورده خو، ان الله سخر لكم، هر آینه الله مسخر کرده با شما آن چیزی که از در آسمان ها و زمین، و اسبغ علیکم، و اسباق کرده با شما نعمه و نعمتهایش را، ظاهرتا و باطنا، هم ظاهر و هم باطن. و من الناس، بعضی از مردم ها هست، کسایی که مجادله میکنند بغیر فی الله، ای فی ذات الله، در ذات الله، بغیر علم، بنادانی، ولا هدن، ولا هم با هدایت، ولا کتاب منیر، ولا هم از برشان کدام کتاب روشن، هیچ دلیل ندارن، نه در کتاب آسمانی و نه هم در آیل عقلی. و اذا قیل، وقتی که گفته شد برشان اتبعوا، پیروی بکنین، ما انزل الله، آن چیزی که الله نازل کرده، قالوا، باز میگن بل نتبعوا، بلکه ما پیروی میکنیم، ما وجدنا علیه آباءنا، آن چیزی که ما یافتیم به او پدرای خود را، اولو کان شیطان، و آیا از شیطان برشان، یدعوهم، بلکه از شیطان یدعوهم، یارا میطلبه الى عذاب السعیر، به عذاب سخت دردناک. و من یسلم، کیست که مخلص بسازه؟ یسلم به معنی اخلاص ساختن، خود را، اخلاص خود را به الله بسازه. او یستسلم، یا خود را تسلیم بکنه. چی را تسلیم بکنه؟ وجهه، قصده، وجهه مراد قصد میگیریم، الالله، به الله، و هو محسن، در حال که نکوکار است، فقد استمسک، پس کسی که نمیکار کرد، خود را اخلاص خود را، قصد خود را از جهت اخلاص، یعنی در قصد که تو به الله خود تسلیم میکنی اخلاص داشته باشی، در عبادت، در عقیده، در عمل مخلص باشی. این همین شخص فقد استمسک، به تحقیق چنگ زده، بالعروت الوثقا، به مور اسمان محکم، و الالله، و خاص به الله است عاقبت الامور، انجام همه کارها. و من کفر، کسی که کافر شد، تسلیت به پیغمبر علیه السلام، فلا یحزنک کفره، تو را غمگین نسازه کفرش، الینا مرجعهم، از به طرف ما برگشتش، فننبئهم، پس موضوع است که ایشان را خبر بدیم به آن چیزی که عمل کردن. این الله، هر آینه الله متعال علیم، داناست، به ذات صدور، آن چیزی که در سینه هاست. ای علم غیب خاص فقط به الله هست. نمتعهم، و ایشان را فایده میتیم، قلیلا، کمی در دنیا، ثم نضطرهم، باز ایشان را میکشیم، مجبور میسازیم، میاریمشان، الى عذاب غلیظ، به عذاب بسیار سخت، قهرناک،
که عذاب دوزخ است. ولا ان سالتهم باز دیگه دلیل با توحید ربوبیت. ولا ان سالتهم اگر پرسان کنی ازشان من خلق السماوات والارض کیس پیدا کرده آسمان ها و زمین را خام و خام میگن که الله است. قل بگو که الله کس الحمدلله همه حمد و ثنا و صفت از آن الله است. بل اکثرهم لا یعلمون بلکه اکثرشان نمیدانند. لله ما فی السماوات و ما فی الارض قدرت کامل الله هر چیز در ملکیت الله است. هر چیز ملکی الله است. لله ما فی السماوات و الارض خاص از آن الله است. آن چیزی که در آسمان ها و زمین است دایی هیچ کس تصرف نداره. پیش براتون گفته بودم نه قطب است نه ابدال است نه غوث است نه متصرف است، هیچ کسی نیست. هر کسی هر چیزی کس از آن کیست؟ الله است. احادیثی که روایت میکنند که ابدال میباشه و غوث میباشه و ده هر 40 سال و 100 سال اینطور یک کس میباشه و نصف زمین فلان گرفته و ربع زمین فلان گرفته و خود اصل نداره، دروغ است، حدیث جعلی است. او به نمونه عزیز که گویا الله متعال زمین و آسمان را پیدا کرد از تصرفش عاجز است، کس دیگر را به خود چی گرفته؟ شریک و معین گرفته. ممتحن آمده ممیز که خود شریک گرفته که بچه ها نقل نکنه. صحیح است؟ خلق السماوات والارض ولله ما في السماوات خاص از آن الله است. آن چیزی که در آسمان ها و زمین است هر آین الله هو امی الله الغنی و بی پرواست از اعمال انسان ها از غنی است. غنی است الحمید ستوده شده است اگر چه کسی حمدش نگوید. ولو ان ما في الارض آیت پیش برتون گفته بودم اگر باشه آن چیزی که در زمین است من شجرتین جنس درخت هر قدر درختی است اقلام کلش قلم بگرده و این درخت خود تو کلان نمیگیری تویز قلم یک قجور میکنی که به دست جای شوه. صحیح فکر کو که کل درخت ها اگر همه تو قلم شوه که تو به دست بگیری. و البحر یمدوه و بحر کلش رنگ میگرده میداد رنگ را میگه خو یمدوه بگرده رنگ من بعدی پس از هر بحر سبعت و ابحرم هفت بحر دیگه جور شوه. یک بحر هفت بحر همه قدر آبی که شما میبینین هفت چند شوهی و درخت ها هم کلش قلم بگرده. ما نفیدت کلمات الله تمام کرده نمیتونن علم الله را آن چیزی که در علم الله است. کلمات الله علم الله ان الله عزیز حکیم هر این الله ذات است عزیز حکیم عزیز است غالب است حکیم با حکمت است. ما خلقکم نس خلق شما ولا بعثکم پیدایش شما و نه هم عمیق این را گفته بودیم که یک مناسبت عزی با مناسبت سوره روم او بود که و هو اهون و علیه اثر الله بسیار آسان بود. در اینجا هم میگه که ما خلقکم پیدایش نیست پیدایش شما ولا بعثکم دوباره زنده کردن شما بالای الله الا کنفس واحده مگر یک بار پیدا کردن هر دو بالای ما یکی است. ان الله سمیع بصیر حالا این الله شنواست با اقوالتان بصیر بیناست با اعمالتان. الم تر نمیبینی پیغمبر علیه الصلاه و السلام ان الله هر این الله متعال یولج اللیل فی النهار داخل کرد روز را در شب داخل میکنه شب را در روز و یولج النهار و داخل میکنه روز را در شب و سخر الشمس و القمر مسخر کرد به شما آفتاب و مهتاب را کلون هر کدام از زمین میروه الی اجل مسمى تا وقت تعیین شدنش هر وقتی که تعیین شده بود میره بعد از آفتابم دیگه اون طرف میره و مهتابم اون طرف میره تا امو اجل مسما این بر ما بار بار تیر شده بود هر وقتی که الله برش تعیین کرده باشه هر قدر سال تا امو وقت او زنده است. یعنی الله به هر چیز اجل تعیین کرده. اجل تنها مربوط به انسان و حیوان و دیگه نیست. هر موجودی را که ما میبینیم اگر زمین است آسمان است کوه است آفتاب است مهتاب است ستاره هر کدامش وقت معین داره. و ان الله هر این الله متعال با آن چیزی که شما انجام میتین خبیر با خبر است. ذلک یزی خاطر بان الله ای کلش قدرت کاملی الله بان الله هر این الله متعال کس هو الحق و نمو ثابت به حق هیچ غیر الله ذات دیگه نیست و هر چیزی که و نماید اون من دونه هر آن چیزی که شما آواز میکنین عبادت میکنین من دونه غیر از الله الباطل کلش باطل است. و ان الله و هر این الله متعال هو اینمی الله العلی و ذات بزرگ بلند الکبیر و ذات بزرگ علی عالی است الکبیر بزرگ است. علم تر نمی بینی مخاطب پیغمبر علیه الصلاة و سلام ان الفلک باز مثال می تبر ما کشتی را فلکی است تجری می روه فی البحر در بحر به نعمت الله به نعمت الله کوره روان می کنه اما بعد از کوره می بره لیوریکم من آیاته تا نشان بده شما را از آیات هایش ان فی ذلک یقینا اسدمی آیات لکل صبار شکور به هر کسی که صبر می کشه و شکور است. و اذا غشیهم شکور است شکر می کشه به نعمت الله صبار صبر کننده است صبر می کنه در چی در مصائب
و اذا غشيهم وقت کیاره به پیشانه موجون یک موجی که ظلال مثل یک ظلال بیا مثل یک سایبان دعو الله یعنی مثل موج بار بیا دعو الله باز می طلبن الله را مخلصین له الدین در حالی که بسیار اخلاص دارن و میگه که ای الله امی دعای ما مستو تضرعی ما مستو عاجزی ما مستو کلش استو فلما نجاهم هر وقتی که ما نجات دادیمشان را به طرف خشکه فمنهم پس بعضی ازشان مقتصد اس مقتصد در حالت خود برابر و ما یجحد بآیاتنا مقتصد المتوسط فی الامر فیحتمل احتمال داره که دایی کافر متوسط چوا در کفرش ولم یسرف فیه اسراف نکنه در کفر خود یعنی کافر است تجاوز بالای مسلمان نمیکنه یا مؤمن است متوسط در ایمانش لان الاخلاص الذي عليه بخاطر که اخلاصی که در بحر داشت کان یزول عنه ام مشکلی که بود در بحر ازش تیر شده و اخلاصش مانده و بعضی گفته که مؤمن است که ثبت فی البر ای ثابت قدم مان در خشکه قسمی که ثابت قدم مانده بود در چی در بحر دمو حالتی که به خدا رجوع میکرد در مشکلات یعنی مقتصد امور میگه در حالت مشکل که الله رب پرستش میکرد دعا میکرد در حالت فراخی هم امور رقم است و ما یجحد بی آیاتنا منکر نمیشه از آیاتای ما الا کل خطار کفور مگر هر کسی خطار غدار غدار شدید خائن کفور کفران کننده نعمت ما یا ایها الناس ای مردم اتقوا ربکم بترسین از پروردگارتان وخشوا اتقوا شما تقوا حاصل بکنین با امتثال بکنین با اوامر الله اجتناب کنین از نواهی الله وخشوا بترسین یوما از روزی که لا یجزی دی روز هیچ پاداش نمیتا والدون والد از ولده پدر از بچه گریزان است یک نیکی خودم به پدر به بچه نمیتا ولا مولود و نه هم پاداش میتا مولود انوال جازن پاداش دهنده است انوالده از پدرش شاین هیچ چیزی مثل که در سوره عبسه گفته بودیم بر ما میگه که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی دو روزی که پدر از بچه و بچه از پدر و زن و شوهر یکی از دیگر مگریزه ان وعد الله حق یقینا ان وعد الله حق است فلا تغرنکم الحیات الدنیا شما را فریب نتا زندگی دنیا ولا یغرنکم و نه هم شما را غرور بتا شما مغرور شوین یغرنکم بالله بالله الغرور شیطان شما را فریب بتا کی شیطان فریب بتا شیطان ولا یغرنکم الشیطان و شما را شیطان فریب نتا بالله الغرور با غرور غرور چی یعنی العمل و التصویف امیدوار باش خیر از خدا تو را میبخشه حالا بگو باز دیگه ای کار نمیکنی خدا تو را میبخشه پس تو را بر توبه را سرت قطع میکنه توبه را به تأخیر میندازه هر وقتی که توبه نکردی یا به عمل صالح قادر شدی انجام ندادی یا از معصیت توبه نکردی بفهم که اینمی غرور است که کی برت آورده شیطان برت آورده اگر گناه شد دفتن توبه بکو اگر به عمل صالح قادر شدی دفتن انجام بده تا که از غرور و از فریب شیطان در امان باشی ان الله عنده علم الساعه يقينا اسب نزد الله علم قیامت قیامت غیر الله کس نمیدانه علایم قیامت دیروز مکمل در دو یک حدیث بحث شده بود در اینجا یادش نمیکنیم و ينزل الغيث الله روان میکنه باران را آمدن باران هم به با الله تعلق داره که چه وقت باران میشه و یعلم ما فی الارحام و آن میدانه الله آن چیزی که در رحم های زن هاست و ما تدری نفس ما دا تکسب و غدا و الله و ما تدری نمیدانه هیچ نفسی که فردا چی را کسب میکنه و ما تدری نفس نمیدانه هیچ نفسی که بی ای ارض تموت ده کجا میمیره هیچ کسی نمیدانه این الله علیم خبیر هر این الله ذات است دانا و ذات است خبیر خو اینجا سوال به ما تو پیدا میشه کالی از طریق معاینات تلویزیونی یا هایتروسان میدانن که اون در شکم زن یا طفل است یا بچه دوگانگی است یا یک تاست دو تا سه تاست دستش جور است پایش خراب این چه رقم است قرآن کریم میگه که ما فوق اسباب پدرش نمیدانن اگر بدون معاینات تلویزیونی لابراتوار اگر فهمید درست است نمیتونه فهمیده ما تحت اسباب الله را قادر ساخته که والله خلقکم ما تعملون الله تو را پیدا کرده و هان چیزی که تو انجام میتی او را هم الله پیدا کرده پس این هیچ تعارضی با این آیت نداره دو هواشناسی زمانی که میگه امکان داره که سبا باران شوه اول خوب بسیارش دروغ میبرایه پس آن اگر بالفرض را هم شوه او را از طریق اونمو هواشناسی که مثلا از جمعی بینه که یک باد تندی از طرف هندوستان یا امریکا روان است در هر ثانیه هر دقیقه اینقدر کیلومتر میپیمایه ممکن این ابری که در این طرف حرکت است تا اینقدر وقت در اینقدر روز کجا برسه
افغانستان برسه و در این جایی نقدر باقی ممکن بانه با تا که پس از اینجا حرکت میکنه امکان داره که باران شوه، امکان داره که برف شوه. میبینه از طریق اونمو تلسکوپ یا امو اسباب که است. پس این هم منافی علم الله نیست، منافی قرآن نیست که بگویم علاج بلا قرآن چی میگه؟ دروغ میگه. شاید کسی برتان تو سوال بگوید اولی که در او هم میگه که اتکل شویدی امکان داره، امکان بارندگی است، 100% حکم پدرش کرده نمیتونه، او هم بسیارش چی میبرایه؟ دروغ میبرایه. و دیگیشه که ما تدری نفس و مادا تکسب و غدا، این را خطار کسی نفهمیده، نمیفهمه که سبا ما چی میکنم. و ما تدری نفس بی ای ارض تموت، نمیفهمه کسی که در کجا میمره، میشه که مرگش در خانم نباشه، در بازار باشه، در دفتر باشه. ان الله علیم خبیر، و از الله و ذات دانا و باخبر. ای حافظان دین ما، ای وارثان انبیا، حفظی کلامی با صفا بادا مبارک بر شما. تفسیر قرآنی خدا، درسی حدیثی مصطفی، گویان به تو ای پارسا بادا مبارک بر شما. این مجلس قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. ای حافظی خوشخان تویی، خوشخان و خوش الهان تویی، خواننده ی قرآن تویی، بادا مبارک بر شما. قرآن کلامی آن خداست، و ای از لسانی مصطفی است، در سینه ای تو جا بجاست، بادا مبارک بر شما. این مجلسی قرآن.